عزیزان دارم سلام گوینده جان هستم و اینجا پشمام نیوزه، مرجع خفن‌ترین، بروزترین و جنجالی‌ترین اخبار مربوط به دنیای سلبریتی ها. دستتون درد نکنه اون سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو روشن کنید، پست های ما رو هم یه شیری، لایکی، کامنتی چیزی بذارید که یه اینتراکشنی از خودتون در کرده باشید. اگه هم حال کردید جز رفیقاتون بفرستید. چند روز پیش خانم گوگوش یه مصاحبه کرد که الان دیگه فقط مثلا رئیس جمهور بورکینافاسو عکس العملی بهش نشون نداده، هر کسی هر را رسیده یه جورایی یه جوابی خواسته بده و خرابش بکنه. البته که خداوند جای حق نشسته، ما نمیدونیم کی راست میگه کی راست نمیگه. آقای مهرداد خان آسمانی، خواننده لس آنجلسی، در واکنش به مصاحبه که خانم گوگوش کردن فقط گفت و مردم عذرخواهی میکنم. مهرداد آسمانی، آهنگساز و خواننده لس آنجلسی، در واکنشی کنایه آمیز به صحبت‌های گوگوش درباره مصاحبه به مردم ایران اینطوری گفت، یعنی همچین پستی گذاشته بود: برای ساختن کیو کیو بنگ بنگ چله نشین اتاق من آخرین خبر، دلکوک آهوی عشق، عشق یعنی همه چیز، نسل ما، شب سبی، شناسنامه من، مانیفست و نجاتم بده. او 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 یعنی و او و او و اول از همه از خانواده خودم عذرخواهی میکنم و بعد از مردم ایران، چون تو اون تایم میگن که خیلی وقت میذاشه واسه خانم گوگوش، همونجوری هم که خانم گوگوش اشاره کردن خیلی کمکشون کرده بوده، ولی یهو اومدن تو مصاحبه گفتن که آقا اصلا این ترکمون دیگه ریخت، اصلا معلوم چیکار کرد. و همونطور هم که میدونید خانم گوگوش در واقع فائقه آتشی ملقب به گوگوش در بخش از مصاحبه جدید خودش باشه، که من تو گفت دوران همکاریش با مهرداد آسمانی در دوران افول هنری خود میداند و از این کار پشیمونه. مهرداد آسمانی که آهنگسازی 4 تا آلبوم گوگوش شد، چند تا آهنگ دیگه هم در دست ایشون بوده، فقط گفته که آقا عذرخواهی میکنم دیگه، من نباید همچین کاری میکردم. پایین پستش هم یه متنی نوشته که همچین بوداره، نوشتن که امیدوارم چند سال بعد، یعنی چند سال بعد از امروز، خودتون پشیمون نباشید. من مهرداد آسمانی به خاطر ساختن 4 آلبوم برای خانم آتشین و ترانه هایی که گمان کنم میشناسید، اول از همه از خانواده خودم که باعث رنج فراوان آنها شدم و سپس از مردم خوب و دنبال کنندگان موسیقی فاخر پوزش میطلبم. تاریخ موسیقی در غربت را نه هما سرشار می نویسد و نه من. باریکلا حرف جالب بوده. تاریخ موسیقی در غربت را مردم ایران می نویسند. شهریار قنبری و زویا زاکاریان مفاخر ادبی کشورمان هستند و از این که شانس ساخت و اجرای ترانه هایشان را داشتم به خودم می بالم. مهرداد آسمانی از سال 82 با آلبوم کیو کیو بنگ بنگ همکاریش رو با گوگوش آغاز کرد. 3 تا آلبوم بعدی گوگوش هم، یعنی آخرین خبر و مانیفست و شب سپیدم، آهنگسازیاش با مهرداد آسمانی بود. چند تا قطعه دیگه هم واسه گوگوش نوشت، اما این همکاری دیگه ادامه پیدا نکرد. ایشون هم که میشناسید دیگه، خواننده و آهنگساز ایرانی، هم متولد سال 46 کف تهران، همزمان با تحصیلشون هم نزد اساتید فن به یادگیری موسیقی پرداختند. با جنگ عراق و عراق هم کنکور سراسری شرکت کرد و پذیرفته شد. با این حال تصمیم گرفت به جبهه جنگ برود. باریکلا اون بیشتر از 2 سال هم تو جبهه جنگ حضور داشته. بعد از اجرای چندین آهنگ برای رادیو تلویزیون ایران برای ادامه فعالیت های هنری خوش، سال 1992 به آمریکا مهاجرت کرد و در لس آنجلس ساکن شد. اولین آلبومش هم که همون سال به اسم چی بود، صدای خورشید منتشر کرد. بله، صدای خورشید به صورت زیرزمینی سوسکی تو ایران ضبط شده بود و تو لس آنجلس پخش شد. اون از اون زمان 14 تا آلبوم دیگه هم منتشر کرد و بارها در شهرهای مختلف آمریکا و اروپا به جای کنسرت پرداخت. مهرداد آسمانی علاوه بر آهنگسازی برای خود با دیگر خواننده‌های ایرانی هم همکاری داشت، از جمله گوگوش، شهره سلطی، نوشافرین، ستار مهستی، شهرام شب‌پره، شبامی پره، لیلا فروهر، شهرام سلطی، سوزان روشن، منصور و فتانه. کلاً اولد اسکول کار می‌کرد، یعنی ژانری که خب قدیمی ترها بیشتر میپسندیدن. حالا ما نسل صاحب نظرم نه چیزی، ولی خب مثلا اون موقع بیشتر حال میکردن دیگه، مثلا فتانه، آخه لعنتی فتانه. مهرداد آسمانی در سال 2000 با دختری به نام غزاله ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 2 پسر با نام های مهرزاد و ماهان است. این زوج در سال 2010 از یکدیگر جدا شدن. مهرداد آسمانی بار دیگه سال 2019 با شیوا رحیمی ازدواج کرد. این زوج پسری به نام میلان دارن. باریکلا خیلی خوب بوده. شنیدید
عکس العمل های مهرداد آسمانی عزیز به خانم گوگوش عزیز. اینا جفتشون عزیزم ما نمیدونیم حقیقت چی بوده، ولی اون موقعی که خانم گوگوش رفتش اینجا کسی بود به قول خودش حمایتم کرد، مهرداد آسمانی پشتش در اومد آهنگسازی کرد، هزینه مزینه ها رو پرداخت کرد، خیلی جا به دادش رسید، خیلی جا هواشو داشت و حداقلش دیگه نباید میومد مثلا میگفت اشتباه بوده، مثلا میگفتش که کاش مثلا یه جور دیگه چند تا کارهای دیگه میکرد، نمی یه جوری میگفت که اینجوری نمیگفت، هر جوری که گفت بد گفت، نافرم گفت. عزیزای دلم، اینجا پشمام نیوزه، مرجع خفنترین، بروزترین، داغترین، جنجالیترین اخبار مربوط به دنیای سلبریتی ها. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، به بقیه دوستانتون هم معرفی کنید. اگه هم نظری در مورد این ویدیو دارید توی کامنت واسه ما بنویسید، بنویسید به نظر شما حق با خانم گوگوشه یا حق با آقای مهرداد آسمانیه. شب و روزگارتون خوشگل و قشنگ، دوستتون دارم.